سلام، وقت شما بخیر. به برنامه گزارشگر خوش آمدین و شما را خوش آمدید میگم. اینجا قلعه اختیارالدین یا ارگ هرات است، قلعه شمیره، بزرگترین آبده تاریخی حوزه غرب افغانستان هرات. اما این قلعه نه تنها که نام و نشان در حوزه غرب داره، بلکه در افغانستان از این به عنوان آبده بزرگ تاریخی یاد میکنن. شما را خوش آمدید میگم به برنامه گزارشگر و امروز خوشبختانه آمدیم به یکی از نمایشگاه های بسیار معروف و مشهور، نمایشگاه تابلو فرش و سیاه قلم که در قلعه اختیارالدین هرات برگزار شده. اما اینکه چه نمایشگاهی هست، به چه هدف برگزار شده و چه کسی نمایشگاه برگزار کرده، با همدیگر در ادامه میشنوین و میبینیم. نمایشگاه خیلی قشنگی هست. بله، نمایشگاه تابلو فرش که من پیشتر به شما اشاره کردم اینجا هست، اما میبینیم که یکی مصروف است. جزئیات بیشتر میگیریم. سلام، خسته نباشه. سلام، سلام عرض خدمت شما بزرگوار. در خدمت شما. سلامت باشین. چه خوب هست که ابتدا از شما نام شما رو جویا بشین و بعد اینکه آیا این نمایشگاه از طرف شما هست یا دیگه چه کسی مسئولیت داره؟ سلامت باشه. محمد امیری هم طراح و بافنده فرش و این نمایشگاه هم که طبق چیزی که هسته نامش حریبانشینان هست که در زمینه تابلو فرش و طراحی فرش و سیاه قلم در خدمت شما هستم، که در قسمت سیاه قلم خانم ساناز امیری هن، در قسمت فرش و تابلو فرش هم که من در خدمت شما هستم. بسیار خوشحال شدم آقای امیری عزیز، افتخارین. این که نمایشگاه انطوری که من از نامی هم متوجه شدم تابلو فرش هست، بیشتر تابلوهایی هست که بالاخره بافندگی شده و بعد به دید عموم گذاشته شده. کمی جزئیات بدیم که این نمایشگاه به چی هدف دایر کردین و بعد این که بیشتر هنر شما در چه بخش های هست؟ سلامت باشیم. خب ما هدف ما، چون ما از به نیابت از بچه های هنرمند شهر برحال بگیم تهران و ایران، به نیابت از اونا اینجا در خدمت شما نیم و پیغام رو داریم که شعار مایی بود که هنر به سیاست ربطه ندارد. به می شعار آمدیم که در خدمت باشیم و نشان بدیم که پرچم هنر واقعا همیشه باید او را نگه داریم و دست به دست، سینه به سینه، نسل به نسل برسونیم. نیست که در این حیطه سوال بعد شما این بود که ما در حیطه طراحی فرش، اول که طراحی میکنیم بعد بیشتر کارهایی که داریم کارهای هنری و زیب، به نوعی میگن هنرهای زیبا، جزء هنرهای زیبا میشه که در منازل و جای مذهبی مورد استفاده قرار میگیره. خیلی خوب آقای امیری، اونطوری که من از صحبت‌های شما برداشت کردم، یعنی شما از کشور ایران کسانی که اونجا ساکن هستین، بعد آمدین به افغانستان و به خصوص ولایت هرات نمایشگاه اداره کردین و به هدف تبادل فرهنگ و همچنان بالاخره هنری که دارین. حالا چند تابلو به نمایش گذاشتین و بعد این تابلوها شما چه طرحهایی هست؟ حدودا با تابلو فرش ما نزدیک به کل با گرافای و نزدیک به 57-8 اثر است و بیشتر مضمون و چیزی که هست در سبک آیات قرآنیه، چون بیشتر سبک ما آیات قرآنیه و در کنار او کارهایی هم داریم که صورت هم هست و یک سری کار مفهومی هم که خدمت شما عرض کردم در محیط هست. بسیار خوب، من دوست دارم که از این تابلو از شما بپرسم. این تابلو این دو تصویر هست در این، درسته؟ بعد یکی خانه خدا هست و یکی اگر شما نکنم مدینه منوره بعد باشه، درسته؟ ترکیبه. بله بله. خب این دیگه کلن همگی بافندگی هست. بله،
به خدمت شما از بود استاندارد، چون ما در بافت استاندارد داریم، از بود استاندارد خدمت شما یک چیزی توضیح مختصر بودم، اونم ایست که ای کار 45 رج است به اصطلاح استاندارد و گل ابریشمه. این قسمت هایی که میبینیم اینا ابریشمه، این قسمت هایی که به این شکل است اینا بافت پشم مرینوسه که ترکیبه که میبینیم دیگه، ابعاد که اطرافی هم اسماء الله هستش که حال باز کارا دیگه هم خود شما میبینیم و توضیح میدم در بود استاندارد به این شکلی که بود خدمت شما عرض کردم. میشه خیلی خوب کم قدم بزنیم خود شما امروز شما آقای امیری، این فکر میکنم طرحی هست، تنها طرح هست. بله این طرحی هست که ما چون باید در فرش اول طرح باشه بعد فرش باشه که اینا رو میشینیم به اون شکل، چه با نرم افزار چه با دست میشینیم اونا رو گرافندی میکنیم و آماده میکنیم، بعد از روی این میره در مرحله، چون کار فرش سه مرحله داره، طراحی، چلکشی، بافت از بود استاندارد، بعد دو مرحله دیگه هم داره که پرداخت و زینت بره میگن. تمام فرشایی که شما میبینیم این مرحله ها میپیمایه. این کارا دیگه هم که میبینیم اینا باز به همون شکل از گراف طراحی مکه معظمه هستی هم که صلوات او کارایی هم که میبینیم. بله اینا این چقدر قشنگه، این واقعا تابلوت باشیم. البته بیان سادگیه، سادگی و قشنگه، وگرنه از لازم ما این کار خب معمولا با پنج رنگ بافته شده نسبت به او کاری که از زهره عاشورا هست، خب او 120 رنگ داره، ولی این حال نظر لطف شما نه که لطف کنه میگم این سادگی و بیان راحته. خب آقای امیری میبینم خیلی از ظرافت خاص برخوردار است این تابلوها، چقدر زمان میبره یک تابلوی مثل این تابلو فرش کنیم؟ خب ببینیم ایاله ما ابعاد گری از این نزدیک به 700 تا گری در 500 رج، همین اگه یک فرد حال عامیانه تر بگیم که بینندگان شما هم کسایی که فرش بافن یا قلیم بافن به اصطلاح ایست که ای حدودن همین کار شاید باور شما نشه دو ماه 7 ساعت کار زمان میبره تنها همین تابلو بافته. بله ها، چون اینا کارهای زینتی هست نسبت به قالینچه ها تراکم بیشتر، یعنی رچمار بالاتره، باز فرش های هم هست که شما به این مدت میتونیم مثلا یک قالینچه ببافیم، ولی اینا چون که تراکم بالایه و تکنیکی و کمی دست پاگیرتره دو ما زمان میبره. بسیار خوب آقای امیری عزیز، اونا وقت شما این همه زحمت رو میکشین و این همه وقت رو میگذارین، آیا فرش یا تابلوهایی که میبافین صادرات هم دارین و یا اینکه به کشور خاص صادر میکنین چطور؟ بله خب مسلمه دیگه، کاری که تولید میکنی باید یا صادر بشه یا به بازارهای داخلی یا به مشتریایی که داریم فروش بشه. به همین شکل است که بله فروش هم داریم و اینا رو تولید میکنیم و بیشتر هم به کشورهای خارجی آثارهایی که بیشتر طرحهای مینیاتور هم ما داریم، چون فقط ما به این نمایشگاه بیشتر آثار قرآنی و یکی دو اثر مفهومی که خدمت شما عرض کردم آوردیم. ایست که بله او کارهایی رو ما داریم که طرحهای رنسانسی، طرحهای مثلا صورتها و طرحهای مناظرها، اینا هر کدوم را نسبت به خواسته خود هم در داخل کشور هم در خارج کشور مشتری داره. بسیار خوب، کشور ایران و همچنان افغانستان کارهای فرهنگی یا در مجموع بگیم صنایع مشترک هست، یعنی مشابه هست، خیلی از چیزها میده مثل فرش، مثل حالا طرح‌ها یا نقاشی‌ها و یا تابلوهایی که تزیین میشه یا ساخته میشه، و یا در کنار این تمام آثاری هم که ما و شما می‌بینیم در بین دو کشور می‌بینیم شباهت به هم دیگر داره. حالا الگوبرداری یا بالاخره همون ایده چطور به ذهن شما میاد، چطور خلق می‌کنیم؟ خب ببینیم ما خیلی بیان خوبی و موضوع خوبی شما گفتیم، هنر ذاتی و متعلق به فرد یا متعلق به یک قشر نیست، یعنی در ذات انسان هنریه که خداوند خلق کرده، خداوند بره داده و در سر تا سر دنیا شما فرض کنید مثلا ما همین حیطه خراسان زمینه مثلا بگیم، خب از دیرباز
چه ما در هرات باستان و چه در مثلا ری، ما میگیم شهر ری چون شهر قدمتی است، خب بقیه شهرها که نبوده. حالا در کل ایست که از هرات تا ری شما تمام این نقوش ها به همدیگه سلسله وار پیوستیه و اینه که به همدیگه ربط داره. بیشتر از در جواب شما ایست که ایر بگم که هنر تمام شاخه ها به هم وصله، ولی منتها بعضی از قسمت ها سبکای چیز خود خورد داره. مثل این خیلی بینیم، بله این صورت هم مثلا این کار صورت ابو ریحان بیرونی هن که تو دانشمنده بالاخره مشونه. ما بازی سبکی هم داره. ما بگیم سبک چهره بافی مثلا این که شما اینجا میبینیم، ببینیم ما در این قسمت در چون بافت نقشه سنتی و بافت سنتیه، ما در این قسمت چون به خدمت شما گفتم چهره بافی، منظره بافی، مینیاتور بافی نه همه داریم دیگه. در این قسمت شما ترکیب رنگ میبینیم که ما در یک صورت به حدود 9 رنگ 10 رنگ ترکیب میشه سایر به وجود میاره. به همون شکلی که عکسای مثلا کارهای سیاه قلم دیدین با یک قلم ولی سایه میده. مثلا حالا میتونیم از تفاوت تر ازی بگیم تا این بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. بله. تفاوت زیاد. بله. چون دری باز ترکیب رنگ وجود نداره، کنار هم گذاشتن رنگ وجود داره، ولی در صورت ترکیب رنگ و گرای هنریه. درست. بله. حالا ما زمانی که وقتی مثلا این تابلو رو میبینین، این خطی که مثلا طرح ازی شما میریزین، آیا از استاد خاصی میگیرین؟ چون ما خطوط خود از خود هنریه، ما خطوط اسلامی داریم دیگه، درست سلس داریم و نستعلیق داریم و شکسته داریم و کوفی داریم و اینها. بعد خب بالاخره هنرمندانی هستن که کار اینا فقط خطه یا خطوط اسلامی هست. باز در این قسمت از چطور پیش میرین؟ سلامت. ببینید نکات خوب شما سوال میکنه. من برای شما عرض کنم که در کار خط، خب ببینید شما یک سبک داری و میکشی، درسته؟ ولی در فرش باز ایر بهش من اول توضیح بدم باز برم خدمت جامع بگم، ما نه تنها که الگوی خط داریم، الگوی طرح داریم، یعنی تر خطات طراح بافنده، یعنی سه ترکیب یک سه هنرمند در یک کاره. کامل توضیح دادم؟ متوجه شدم. بله، به این دلیله که ما طراح رو داریم که خط مثلا فرض کنید نستعلیق، فرض کنید استاد مثلا بله یا سلس مثلا انتخاب نستعلیق یا سلس انتخاب کردن، در کناری باز چی داریم؟ او طراحی که از او خط الگو برمی داره، در اینا رو که کنار هم بگذاریم بافنده او تکمیل میکنه. یعنی ما انتخاب طرح ما بر اساس او خط باید باشه و او طرح باید باشه که بعد بافته بشه. بسیار خوب. آقای ریمی عزیز، امیری عزیز، بسیار قشنگ اشاره کردین، تشکر. علی جان تصاویر قشنگ ثبت کرده، چند تا از این تصاویر ببینین و همچنان این که تابلوهایی که حالا به نمایش گذاشته شده، بعد در ادامه با شما هستیم با آقای امیری. آقای امیری، جای قشنگ را انتخاب کردین برای ایجاد نمایشگاه، چطور شد که قلعه اختیار الدین را انتخاب کردین؟ خب ببینیم، ما طبق تاریخی که داریم، ما طبق تمدنی که یک شهر داره، من به این دلیل اینجا انتخاب کردم که در کنار هنر که ما نمیشه گفت هنر داریم، دسپوس هنرمنده، به این دلیل اینجا انتخاب کردم که در کنار هنر ما تاریخ معاصر ما هم بیننده ها ببینم یا اون مخاطب ما ببینه که بالاخره این کار ترویج بشه که هنرمندای دیگه هم سعی کنن در جای برنامه داشته باشم که تاریخی و واقعا نشاندنده تمدن و فرهنگ اون شهر باشه. بیشتر به این دلیل ما جای انتخاب کرده. واقعا جای قشنگ انتخاب کرده. اونطور که پیشتر هم شما گفتین، بله از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تمدن، از لحاظ تاریخ اگر این جایگاه ببینیم واقعا جای مناسبی هست. این صدای بلبلا و چغوکار که وقتی به گوشم میرسه، گنجشکا، خیلی لذت بخشه. این پارک به نام پارک شمیران میگن یا اصطلاح عامیانه این شمیره.
که این پارک معروف و مشهور هست. خیلی خوب آقای امیری، این تابلو رو من اینجا وقتی میبینم این متفاوت با دیگر تابلوها هست، مثلا این گلیم هست، درسته؟ بله، این گلیم به نوعی میشه گفت طرح‌های مفهومی است که ما ایره خب نسبت تکنیکی نسبت به بقیه کارا خیلی ساده است، ولی در همون سادگی خود صحبت داره که مخاطبی که میبینه بر چه برداشتی از این کار بکنه و به چه شکل به فکر فرو بره. ولی بسیار خوب، این هنر در کدام کشور آموختین؟ آیا در خود افغانستان آموختین یا خیر در کشور ایران که حالا شما اونجا ساکن هستین؟ ببینیم، ما از طفولیت چون که برادرامو تولید کننده فرش بودن در هرات که ما و شما هستیم فعلا، و مو شکل مون تا ما که از اینجا مهاجرت کردیم 7-8 ماه بیشتر نبودیم، سال 58 جنگ بود که مهاجرت کردیم در ایران، اونجا مون تا دیگه ما این شاگردای برادرا بودیم، ولی بعد مسلکی ما ایره خواندیم، یعنی رشته طراحی و بافت فرش اون رای زیبا. بعد این شد که از کوچکی در کنار خانواده بود و به این دلیل ما علاقه من شدیم به این. پس خانواده در مجموع فرهنگی هستین و هنری هستین که دست شما الحمدلله باز هست در همه بخش. سلامت باشیم، خب دست ما در خدمت بازه. بله عزیزه، تشکر. من اینجا میبینم که نوشته طراح این هم از خانواده امیری هست، اگر اشتباه نکنم که شاید این ربط به اعضای خانواده شما داشته باشه. سیاه قلم هست، درست؟ بله، چون ما نمایشگاه ما برای اساس بود دیگه، تابلو فرش و سیاه قلم. ایشون دختر کوچیکم هست که انشالله تمام فرزندان خداوند نگه داره. ما تشویق کردیم ایشانه که منتها رشته اینا چیز دیگه است، ولی در کنار اون رشته کار طراحی رو 4 سالی هست دست گرفتن. ایشون هم 3-4 کار مفهومی به اینجا آورده بودن که ملاحظه میکنه به می شکل است که منتها امروز متاسفانه خود اینا چون ما مسافرین دعوت بودیم نکنه میمانی رفتن زن. بله چون زنا که خود چون بیدر طبق انانات و رسم که ما داریم زنا بیشتر در نوروز دگردشن. برحال رفتن بالاخره میمانی. این طرح مفهومی که گفتیم چشمی هست و بعد زمان ساعت رو در یاورده، چطور میشه این پیام برای مخاطب انتقال بدیم یا برای کسی که میره میبینه بیننده، یا خیر این خودی تصمیم میگیره؟ خب ببینیم، ای داره به ما یعنی یک چیزی میگه که ما به فکر فرو بریم دیگه. اصلا طرح مفهومی همیست که باید شما به او بنگری و نگاه کنی و برداشت کنی. هر شخص برداشت خود. بله، او چیزی برای گفتن داره ولی برداشت رو شما سپرده. طبق صحبتایی که با من داشتم، من از این کار ایبری و من یک تز برداشت داشتم، خانم امیری یک برداشت داشت، شاید شما هم یک برده، ولی من ایر دیدم که ایشون گفت که من در مقابل خود زندان میبینم که فرد داخلی و اسیره. باز من ایر گفتم خب دختر گل، باز من چیزی که در میبینم او ایست که انسان ها میتونن، مثلا بعضی انسان هستن که در زندان درون خود اسیرن. باز برداشت شما هر کسی برداشته. یک برداشت. بعد اونجا هم تابلو دیگه میبینم که خیلی قشنگ و خیلی تمیز طراحی شده. سلامت. اینم که کارای اینا هسته که به هر حال کارای طراحی سیاه قلم ساده برای میگن بدون سایه، ولی خود کار سایه داره، زمینی و سایه نداره. اینا سبک نای به هر حال. سلامت. خیلی خوب، حالا از همه گفتین و از همه بالاخره صحبت کردین، این که استقبال تا اکنون چگونه بوده؟ فکر کنم که ما روز آخر آمدیم دیگه. تشکر از شما، چون ما یک روزم البته من از این دوربین شما از تمام گزارشگرا عذرخواهی میکنم، چون که خیلی از تمام دوستان شما همکاران شما روز اول تشریف آورده بودن که به دلایل افتتاحیه عقب افتاده بود، امیدوارم که بشنفم و عذرخواهی مر بپذیرن. ماشاءالله خوب بود، خیلی باعث افتخار بود که او اساتید دانشگاه هرات که من که از آرزوام بود، چرا که ما شهروند این کشور و اهل هرات هستیم، بود با خیلی از اساتید بزرگوار ما آشنا شدیم، از بخش حتی هنرهای زیبا
منیاتوریستا بودن، باز به مو زمینه هم اینجی ما با شاگرد استاد مشعل بزرگوار آشنا شدیم. این بود که واقعا استقبال جانانه بود، حتی ما کسایی رو اینجی دیدم که به قول ما شاید بی سواد باشن ولی کار باعث شد و بیایه به فکر فرو بره، نگاه بکنه، چه از عامی، چه از مسلکی، چه از آدم های عادی جامعه خیلی آمدن خدا رو شکر. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. تشکر، سلامت باشید. پیشتر دیدم که دارین همراه خانواده بازدید میکنین از نمایشگاه. اول دوست دارم که معرفی بکنین و بعد نمایشگاه بگیم چطور بود. به نام خدا فوزی احمدی هستم، یکی از میناتورکاران. افتخاری دارم که جز فرنگیان کشور و به خصوص اوزه غرب هستم. امروز روز سوم نمایشگاه باز همراه فامیل آمدم. خیلی خوشحال شدم که از او طرف مرزها بازم هنرمندان هستن و برای حمایت به خاطر فرهنگسازی تلاش میکنن. من خوشحال هستم. بسیار خوب، پس ما هم خوشحالیم که در کنار یکی از هنرمندا و افتخارات این سرزمین هستین. من دیدم که تابلوهای مینیاتوری و همچنان تزیین خط و تابلو فرش های به نمایش گذاشته شده. چطور میبینین هنر دست آقای امیری؟ چطور میبینین هنر از هر سبکی که باشه، هنر و هنرمند قابل ارزشه، خیلی مهمه. و امروز من با یک از کارهای خیلی جدید برخورد کردم که خیلی واقعا عالیه، هم از سبک خطاطی استفاده شده و هم از مینیاتوری های خیلی کلاسیک استفاده شده. خوشحال هستم. تابلویی که یا خود تابلو فرشی که شما را خیلی مجذوب کرد، یعنی برای شما جذاب بود، کدام یکی بود از اینها؟ واقعا همگی خیلی عالیه. بیشتر تابلویی که چهره کار شده، تابلو فرشا خیلی ظریف و دقیق کار شده که من خیلی به حیرت آورده. شما رو وادار نساخت که بالاخره شما هم به فکر یک نمایشگاه بشیم یا حداقل چنین تابلوهای شما هم خلق بکنیم؟ چرا، یکی از آرزوهای من اینه که بتونم نمایشگاه فردی انفرادی برگزار کنم. انشالله به فکر هستیم اگه وضعیت برای ما خانم‌ها بهتر بشه، زمینه انشالله حتما برگزار میکنم. بسیار تشکر. سلامت باشین. زنده. ممنون شما. عزیزان بیننده، از شما هم سپاسگزاریم که تا اکنون بیننده گزارشگر بودین از تلویزیون معراج و همچنان رادیوی معراج فرکانس 94.1 FM. همونطوری که از محیط مشخص هست، ما در قلعه اختیار دین هستیم یا ارگ هرات. اما امروز در نمایشگاهی که ما حضور یافتیم و بالاخره آمدیم که تابلوها رو انعکاس بدین یا این نمایشگاه رو انعکاس بدین، خوشبختانه در یک محیط و مکان قشنگی آماده شده که واقعا دل آدم نمیخواد که از این محیط بیرون بشه. پارک شمیران هست یا پارک شمیره، در جنوب قلعه اختیار دین هست، یعنی پیاده خانه هایی که در کنار قلعه اختیار دین ساخته شده و همچنان از گذشته تا حال هست. مشخص است اینجا برای شما آشنای، حتمی آمدین وقتی قلعه اختیار دین بیاین حتمی اینجا هم سر میزنین. به هر حال تشکری میکنم از همه شما و این بود گزارشگر امروزمان از تلویزیون معراج و در ادامه همچنان بیننده برنامه های این رسانه باشین. قدرت الله حمیدی از دعا ختم فراموش نکنین. الان نگهدارش.